میزان صادرات جلغوزه افغانستان به چین و دیگر کشورها کاهش یافته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که افغانستان در یک سال گذشته بیش از 5000 تن جلغوزه به بیرون از کشور صادر کرده است که نسبت به سال پار 2000 تن کاهش را نشان میدهد. افغانستان در سالی که گذشت به ارزش 59 میلیون دلار جلغوزه به بیرون از کشور صادر کرده است که بخش زیاد آن با هزینه شخصی بازرگانان از طریق دهلیز هوایی به چین انتقال یافته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که در سال 1400 هجری خورشیدی میزان تولید جلغوزه افغانستان تا 25000 تن میرسید، اما این فراورده کشور کمتر به بیرون صادر شده است. امسال ما 5500 تن صادر کردیم، یعنی تقریبا 2000 تن کم بودن. برخی از اعضای اتحادیه جلغوزه به این باورند که در سال 1400 بخش زیاد از جلغوزه افغانستان به پاکستان قاچاق و به نام این کشور به چین صادر شده است. همین امروز روز 5 الی 10 متر قاچاق می‌گردد و خریداری جلغوزه از قیمت واجبی بازار حداقل 40% کاهش یافته است. زموږ ډیر جلغوزه چې دی افغانستان نه غیر قانونی، یعنی زموږ ګاونډي هیوادو ته مثلا پاکستان ته ځي او پاکستان بیا د پاکستان په لوګو او د پاکستان په مهر باندې هغه چین ته صادرېږي. صادرات جلغوزه خام افغانستان به پاکستان کارخانه های پروسسینگ فراورده کشور را زیان رسانده است. برخی از کارخانه های پروسس جلغوزه می گویند که اگر این روند ادامه یابد این کارخانه ها ورشکست خواهند شد. که حالت دقیقا امدر اکم دوام و که زما په نظر دقیقا کابل کم پروسس چی ده یا کابل کم پابریکی چی کار که بی ده با بخی بند شی پلج بشی خلق با ده پاکستان یا ده نور گواندی حوادو طریقه ده خپل جلغوزی صادره بی. آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می دهد افغانستان در سالی که گذشت به ارزش 500 میلیون دلار میوه خشک به کشورهای مختلف صادر کرده که جلغوزه نیز شامل آن است. برای بحث بیشتر روی این موضوع خان جان علکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری را در برنامه با خود داریم. آقای علکوزه سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. علت یا علتهای کاهش 2000 تنی صادرات جلغوزه چه است؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام بر شما و به بیننده های شما. بر شما معلوم هستند که ما قبلا پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان کوریدور هوایی داشتیم و از طریق کوریدور هوایی به هزارها تن میوه خشک و قالین و صادرات می شدن به شمول سنگ های قیمتی، نه تنها به یک کشور بلکه به تمام دنیا، به شمول امریکا و اروپا و حتی امارات. با آمدن سیستم جدید متاسفانه که مشکل به وجود آمد، کوریدور هوایی قطع شد و امو سبسیدی که برای تجار داده می شد یا امی ربیت که از طرف دولت برشان منظور شده بود و ربیت هم از بین رفت. جلغوزه یکی از مهمترین و خوبترین میوه خشک است که قیمتشان بسیار زیاد است در بازار جهانی. به می خاطر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تلاش کردند که امرای ایرلینای داخلی بشینه و با همکاری امارت اسلامی و وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری با سفارت چین در تماس شدیم و بالاخره اقرار پیدا کردیم که از طریق کامیر انتقالات شروع شدند. این انتقالات اکنون شروع شدن؟ بله، انتقالات شدن، یعنی تقریبا علی خو وقت جلغوزه ختم شدن نیستن، یعنی انتقالات در ماهای گذشته در 3 ماه قبل صورت گرفته، اما با مو اندازه نبودن که ما سال پار صادرات کردیم. یعنی 2000 تن اضافه از 2000 تن ما نسبت به سال گذشته صادرات جلغوزه ما کاهش یافته و یک 5000 تن اضافه از 5000 تن ما صادر کردیم که هم یک کاری بودن که اتاق تجارت با ابتکار خودشان کار کردن و با همکاری ایرلین کامیر. با تاسف باید بگویم که متاسفانه هر وقت
تولیدات ما یا صناعت ما آسیب پذیر است از طرف همسایه ها. جلغوزه هم آسیب پذیر است، مثل که قانین آسیب پذیر است با پاکستان میره، دوجه سورت میشه و دوجه بعد پروسس میشه و بعد از او قیچی میشه و به خارج روان میشه به نام پاکستان. جلغوزه هم همینطور است. اگر نی امسال زیادترین جلغوزه در افغانستان که اضافه از 25,000 تن بودن در افغانستان تولید شده، تولید ما زیاد بودن اما صادرات امکاناتش نبودن. بالاخره اکثرشان متاسفانه با قاچاق رفتن پاکستان و از طریق پاکستان صادر شد. آیا تنها جلغوزه افغانستان با پاکستان و چین بازار دارد و یا هم نه کشورهای دیگر هم نه بازارهای جلغوزه بنشتن؟ جلغوزه خوب بازار خوب داره اما استانداردش فرق میکنه. ما فعلا با استاندارد هند و با استاندارد چین برابر هستیم، به خاطر که ما جلغوزه را سفید نمیکنیم، یعنی فاک نمیکنیم، مغزش را نمیکشیم، تنها میشویم، پاکش میکنیم و فابریکات داریم و علم فابریکات ما جور شده که انشالله با صاحبشان خط کردن و جورشان خط کردن. اما او که میرن با اروپا که میرن، با دیگه جایی که میرن، اونجا باید پاک شوه، او استانداردش بلندتر هستن. اما قبلا جلغوزه ما میرفتن. آیا همین جلغوزه که از افغانستان به پاکستان و هند و چین همچنان صادر میشود به کشورهای اروپایی، از این کشورها هم انتقال پیدا میکنه؟ بدون شک که انتقال پیدا میکنه. این پاکاری را کدام کشور انجام میده؟ زیادترینش پاکستان انجام میدن. پاکستانشان مغزشان میکشن و بعد از اون میرن. با مارکونشان پاکستان یا شرکت های پاکستانی؟ نه، با نام پاکستان میره. متاسفانه بدبختانه باید بگویم. آیا امکانات صادرات این جلغوزه به کشورهای اروپایی ممکن نیست؟ است. ما قبلا صادر میکردیم. خود ما از افغانستان صادر میکردیم، به نام افغانستان میرفتن و به کدام کشورهای اروپایی؟ به اروپا میرفتن، به امارات میرفتن، به سعودی میرفتن، به ترکیه میرفتن، حتی به امریکا میرفتن، به لندن میرفتن و ما صادر میکردیم و منظما فابریکات زیادشان به چین صادر میکردیم، اما کمشان ما صادر میکردیم. تقریبا سالانه اضافه 200 الی 300 و حتی 500 تن ما به اروپا و این چیزا صادر میکردیم. بازار داشتیم، مارکت داشتیم و خوب بازارم دارن، اما او کلشان به نام افغانستان صادر میشد. مگر این سال که ما کوریدور هوایی نداشتیم، شما خبر هستی که میدانهای ما یک کمی آسیب پذیر است، مشکلات داره و با دنیا هم روابط نداریم بدبختانه. اینمی تنها به چین اجازه داده شدن که ما از کابل پرواز میکردیم به شانگهای. آیا احیای این کوریدور ممکن نیست در حاکمیت امارات اسلامی؟ بدون شک که ممکن است. انشالله ما امیدوار هستیم. وزارت تجارت و وزارت خارجه امارات اسلامی تلاش دارن، روابط دارن و ما هم از طریق اتاق تجارت بین‌المللی و اتاقایی که ما عضویتش داریم در پاریس اینمی را برها تقاضا کردیم که برای ما باید اجازه داده شود. ما عضو WTO هستیم، ما مطابق قانون بین‌المللی دنیا مجبور هستند که اجناس ما را در مارکت های خود باید بپذیرند. آیا کشورهای مقصد نمیپذیرن این مال کالاها را؟ نه، مال میپذیره اما شرایط سخت کردن که انتقالش نمیشه. اگر ما از رای زمین چه نمی شرایط را شرایطی است که تیاره نمیره، کوریدور هوایی فعال نیستن، ما از طریق زمین که روان میکنیم مصرف هم سرش زیاد میان و خراب هم میشه. در اکنون کامیار گفتید که پروازهایی دارد با کشورهای منطقه و همسایه، اجازه نمیتن. اجازه نمیتن و کامیار او را با انتقال داده به چین، از چین اجازه گرفتیم. درست. این خود تنها یک اجازه نیست که چیز شوا تیاره اجازه گرفته شوا. سرتیفیکیت باید امو کشور که کدام نور مستندر داره، امو سرتیفیکیت مسائل سیهی و زراعتیشان باید هم برشان ما سند بیتیم. امو اسناد باید او قبول بکنن. او اسناد یا فعلا قبول نداره، تنها چین قبول کرده، هندم قبول کرده. و اسناد که از طرف وزارت اقتصاد و صنعت تجارت داده میشه و قابل اعتماد نیست. بله. شما در این زمینه با مقامات امارات اسلامی صحبت کردیم و صحبت ماجریان داره، خصوصا با وزارت زراعت ذاتی موضوع ارتباط داره. خصوصا امی اینگه که ما روان میکنیم، فعلا ما با مشکلات هستیم که یک قسم تست هستن که او بسیار مهم است، باید وزارت زراعت بکنه. او لابراتوار فعلا در افغانستان نیست. بعدیشون چی بوده؟ تا چه زمانی حل خواهد شد؟ گفتن که ان شاء الله به زودترین فرصت حل میکنیم، مگر تا حال نشده متاسفانه. ممنون از شما آقای خانجان الکوزای، ما رو تا تجارت و سرمایه‌گذاری زنده باشید. We'll be right back.